و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. حضرت در خطبه مشهور به خطبه منافقون، اگر عزیزان بحث رو تعقیب می کردن می دیدن که حضرت یک کلیدهایی می دن که خیلی زیاد از حوادث رو می شد با اون تحلیل کرد. شما دقت داشتید این چند تا نکته که فرمودن، شاید 7-8 جلسه است ما مصداقهای همین 3 تا نکته رو طرح کردیم و حالا هم حوصله جلسه رو بیشتر نمیبینم، هم حوصله خودم را، ولی نمونه است این. ببینین حضرت فرمودن کار منافق این است که قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حقی یه باطلی رو آماده کرده است، ولی کل قائم ما الا، برای هر مستقیمی، سخن مستقیمی، سنت مستقیمی، یک جریان کجی رو آماده کرده است، ولی کل حی قاتلا، برای هر سخن حیات بخشی، سنت و سیره حیات بخشی، یک جریان مرگزایی رو آماده کرده است، ولی کل باب مفتاحا. خب حالا قبل از این که شما التفات فرمودین 3 تا جمله است، اما اصلا سخن اهل البیت همین طور است که یک سخنایی است که هزاران هزار سال حادثه ها رو تحلیل میکنه. همواره ما باید بدونیم که چون اسلام دین بزرگی، کفر برای مقابله با اون کارای بزرگ میکنه و چون کارای بزرگ میکنه تشخیصش معلومه مشکل است. خب حالا برای اینکه ما تشخیص بدیم چه کار کنیم؟ این روش اهل البیت است. میفرمان که این کلید رو ول نکنید، که اگر دیدید که این حرکت به نام اسلام اون حیاتی را که باید به وجود بیارد نمیارد، بدونید که جریان نفاق توش است. حالا امروز ممکنه تو جنبندی دوباره روی حرف بزنید، یعنی نگوید که این کار غلطه، بگوید این کار از دریچه نفاق وارد شده که نتیجه نمیده. حتی نماز، یعنی اگه نماز نمازی باشه که در عالم عبودیت پیامبر و اهل البیت طرح نشه، این درست عکس نتیجه میده. یعنی تعبیرهایی که گاهی میشد از نماز که اینا اگه به صرف اینا باشه شما میبینید اون نتیجه رو نخواهید گرفت. یکی بگه آقا مثلا روح بشاش میشه، نماز میخوایم بخونیم که روح بشاش بشه، آقا باعث میشه که انسان رابطش خوب باشه، خود را باور کنه، جنج نیست که اون که بد نیست، اما عالم نماز که اینا نیست. اقم الصلاة لذکری، نماز باید بخونی که یاد من در قلبت بیا. جایگزینی هایی که اون روح حیات بخش دین را بگیره، بدانید این ساده نیست، این یه جریانیست، باید این آدم بشناسه. و همینطور که من بارها عذر میخوام هم تأکید میکنم، اگر ما نتونیم جریان اصلی را بشناسیم، با جریان منفی که روبرون بشیم نمیپسندیم، چه نتیجه میگیریم؟ کل جهت میکنیم. یعنی اگه حج ما اون اوج کمالی که باید به جامعه اسلامی بده به جهت ورود نفاق نده، بعد یواش یواش میگم اصلا به چه دردی میخوره؟ اینجاست که وقت بشر ضرر میکنه که بگذاریم. بعد حضرت فرمودن ولکل بابن مفتاحا، اینا برای هر دری کلید درست کردن، یعنی ظاهرا در نفاقشون در نمیمونن،
یکی از بحثای خوبی است که امروز تو دنیا مشهورم هست این بحث، سختم است. میگن آیا لیبرالیسم جای شکستش نشون میده؟ ببینید مثلا الان بنده میگم این لیوان آبش پره، پره آبه، جا شکستش معلومه وقتی است که من بگم پره و این لیوان خالی باشه. اما امروز مکاتبی تو دنیا هست که اصلا جا شکستش نمیتونید شما ببینید، هر چی بگه جای فرارشو گذاشته. همون یارو قدیمی ها میگن، قدیمی ها با یه نکته خیلی حرف میزنه، یعنی یارو رفت دکتر گفت که آقای دکتر سرم درد میکنه، گفت مال پیریست، گفت خب پامم درد میکنه مال پیری، هرچی گفت مال پیریست، یه فحشش هم داد به دکتر، گفت خب اینم مال پیری. حالا این آره این بیچاره چی کار کنه دست این دکتر؟ یه کلمه گرفته از تمام مسائل تو این میخواد جا بده، این وقت میخواد. آقا شما مکاتبی که جای شکست خودشون رو تو تحلیلشون نمیذارن پیدا بشه امروز تو دنیا دارید. به نظر ما عموما ریشش رو یهودی هست، حالا این چه باشه چه نباشه بحث من نیست، به قول حالا دیگه چون واژه هایی به کار میبرن امروز دنیا داره که من اون واژه ها رو به کار نمیبرم، چون اونا تازه خودش مشکل ایجاد میکنه، همینطور که میگیم بهتره. یعنی در یک کلمه اینا کاری میکنن که شما به این راحتی نخواهید فهمید که اینا نمیتونن در این مشکل را باز کنن. لکل باب مفتاحا و لکل لیل مصباحا، یه مرتبه شما میبینید که همه مشکلات ریخت سر ملت، اینا برای خودشون یه چراغ دارن، یعنی نمیذارن ظلمتی که ایجاد کردن روشن بشه، پیدا بشه، یک چراغ دارن آنی میدادن سر یکی دیگه. حالا خودتون دیدین دیگه، گاهی ببینید این همه مشکل به وجود میاد، یارو خودش وارد شده از توی سیستم روزنامه ما، بعد اون عکس مثلا خلاف حق و ظالمانه را نسبت به امام طرح میکنه، بعد ببینید خواهرش توی فرانسه خبرنگارش، بعد یه اون پدر بزرگش اصلا سخنگوی رادیو اسرائیلش، حالا بعد یه مرتبه رهبری میگن آقا شما تو این جریان قانون مطبوعات متوجه نیستین، دست اینایی، اینا تو سیستم مطبوعاتی شما دخالت قشنگ فعال شده، اصلا شما متوجه نیستین اونا دارن خطتون میدن، یه خطی هم میدن که تنها کسی که تبرئه میشه همینا، یعنی یه قانون مطبوعاتی تدوین میشه که اسلام پیغمبر، اگه هر چی توهین به پیغمبر بکنی اسمش آزادی، اگه بگوی چرا توهین میکنی اسمش میشه سانسور. خالی شما اینداش کار کنی؟ یعنی بلده شما اگه حوزه دا مشخص نکنی، اگه توهینت میکنه خب، اگه هیچی نگی که خب تمام مقدساتت میره، اگه بگید چرا میگه آقا خشونته. ببینید اینا اصلا یه فرهنگه، اینجور نیست که یه مورد دو مورده، این یه فرهنگه که لکل لیلن مصباح. حالا اگه شما نتونید از یه زاویه دیگه این فرهنگا ببینید، تو فرهنگ نفاق با نفاقید. الان خودمون تو کشورمون کیا هستن که میتونن تو این جریان ها نجات پیدا کنن؟ اونایی که اصلا ساحتشون رو عوض کردن، حوزهشون رو عوض کردن، حوزه نفاق فرار از بندگیست و دنیا دوستی، حوزه غیر نفاق یعنی متعبدان حوزه بندگیست. یعنی اگه به اصطلاح این بالانس به هم بخوره، خیلی بچه‌ها هستن اهل جنگن، اهل مبارزن، اهل ضد آمریکان، ولی کاملا تو خط نفاقن. بعد شما ببینید بعد از 10 سال یه مرتبه سر و کله شخصیتش که پیدا میشه تماما خودش گرفتاره، بقیه هم گرفتار کرد. کشف این که فرهنگ نفاق رو بشناسیم غیر این است که یه نکته با دو نکته یه شخص منافق رو بررسی کنیم، نه آقا اینا یه فرهنگ هم. حالا ایناش خودتون رو دقت کنیم، یتوسلون الی طمع بلیاس لیقیمو بهی اسواقهم و ینفقو بهی اعلاقهم. تعبیر رو ببین، میگه آقا اینا خیلی تیپشون خاصه، یتوسلون الی طمع،
یتوسلون الی طمع الیأس، اینا برای طمع خودشون به یأس متوسل میشن. یعنی چی؟ یعنی میخواد شما را بچاپه، میگه اصلا من که هیچ خلاصه طلبی، هیچ قصدی ندارم که یک ذره برای نفع خودم کار کنم. تعبیر ببینید، میگه طمعش را با چی قایم میکنه متوسل میشه؟ با یأس. چه آقا، نه آقا، ما اصلا اهل این چیزا نیستیم، ما دورمون گذشته است، ما پیر شدیم دیگه کاری ازمون نمیاد. بعد یعنی سره کفر است، یعنی ازش دارن به بهترین نحو، کثیف‌ترین جبهه ضد اسلام استفاده میکنن. بعد خودش هم میگه من که پام لبه گور است، چیزی از من کاری ندارم و قصدی ندارم و چیزی نمیخوام. حضرت میفرمان متوجه باشی، اینا طمعشون با یأس، یعنی با نخواستن خواستنشون رو اعمال میکنن. چرا؟ خودشون هم میفرمان لی، یعنی برای این که لیقیمو بهی اسواق هم، چون از این طریقه بازارشون رو میتونن روپا نگه دارن. شما خودتون دیدین، براتون تعجب نیست که مثلا فلان هنرپیشه، فلان موسیقیدان 60 سال 70 سال بدترین کار رو کرده است، بعد حالا که میخواد بمیره تمام تلاششون اینه که اینا بزرگ نگه دارن. ظاهرن هم ما میخواد مثلا اینا رفقانش هستن دوره هم، حالا میگن یاد رفقای قدیما می خوردیم، حالا مثلا جمهوری اسلامی، ارشاد اسلامی کمک میکنه، یه بودجه میدید اینا بزرگ میکنه. اینا نیست، یه فرهنگ است که اگر بازار کفر بیرونق بشه، خب کفر ادامه پیدا نمیکنه. اینه که میبینین، نه، این حساسیت فرهنگی حساب شده است. عرض کردم فرهنگ نفاق به اندازه همه فرهنگ علمای ما از صدر اسلام تا حالا برنامه دار و منظم و تدوین شده است. تقریبا میکنه همطور که علمای ما شبها، صبحها، زورا، روزا، شبها زحمت میکشیدن فرهنگ دین رو تدوین میکردن، منافق به همون اندازه فرهنگ تدوین کرده است. فقط اسمش منافق است یا مشخص؟ خب منافق و ملموس پیدا نیست. پیدا نیست آن نیست یا پیدا نیست و هست؟ خب اگه پیدا نبودن نبود که هیچ، اگه پیدا، اگه بود و پیدا بود که خب این نفاق نبود، یا کفر است یا حق. منافق یعنی شما هیچی نمیبینید و همه جا هست. یه فرهنگ است، گاه آدم دقت میکنه نه، زبان زبان نفاقه دیگه. من بیش از این سعی میکنم دیگه، ازم بحث خطبه را رقیه شد، اصلا انشاءالله امشب تمامش کنیم، اما این دیگه به عهده ماست و امیرالمومنین هم کمک ما کردن، خیلی هم مواظب باید. میفرماد که اینا از طریق یأس طمعشون رو زنده نگه میدارن، به نتیجه میرسونن. لیقیمو بهی اسواقهم و ینفقو بهی اعلاقهم، یعنی اینا از طریق اون یأس، علاوه بر این که ظاهر یأس، یعنی ظاهر این که نمیخواییم، ما قصد نداریم، ما قصدمون خدمت به مردم است، ما اصلا کاری نداریم، طمعی نداریم، جمهوری اسلامی چیزی نداره که به ما بده، که ما میخواییم به مردم خدمت کنیم، بدبخت نشند اینا، هم بازار نفاق و کفرشون رو آباد نگه میدارن و هم رواج میدن اون علقه هاشون را، گرایش هاشون را، اعلاق علقه ها، کشش ها و گرایش هاشون را. از همین طریق که شما میدونی که ظاهرن هیچی نمیخوان، همه چی میخوان. خب دیگه خیلی وقت میخواد خودتون روش بگذارید که عجب، پس یه فرهنگ هست که به ظاهر شما وقتی بررسیش میکنین میبینین هیچ گرایش و علاقه و علقه ای به نظام و انقلاب و اینا که بخواد چیزی گیر خودش بیاد نداره، ولی این از همه خطرناک‌تره. یعنی ظاهرا شما می‌بینید که اصلا انگار این چیزی نمیخواد، ولی این چیز خواستنش تو چیز نخواستنش قایم کرده است. خب این دیگه جمله امیرالمومنین است، باید وقت روش بذاره. حالا دقت بفرمایید، یقولون فیشبهون، کلام واقعا یک کلیدی به این بزرگی که این همه میتونه حادثه ها را تحلیل کنه. میگن فیشبهون، اما شبه ایجاد میکنن، وارونه میکنن، شبیه میارند. یقولون فیشبهون، یعنی
از اسلام میگن ولی نه اسلام میارن، از دین میگن نه دین میارن. حالا شما حساب کنید یه دینی که هیچ کدوم از خاصیت های دین نداشته باشه این چقدر دینه؟ خب که معنی دینی، حالا دینی که وقتی میگوی آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، میگه آقا از این شیخ بازی ها در نیار، تقوا برای ما نون و آب نمیشه. خب میگوی آقا ما دشمن داریم این کبر جهانی، میگه آقا این هم توهمه. نه همش مگه نگو توهمه، تعبیرشون این بود که تو توهم توته است. یعنی حد صریح اومدن گفتن که این که امام و رهبر میگه آقا آمریکا برای ما نقشه میکشه، این یه توهم توته است. یعنی شما توهمه، شما چی نیست، شما کسی نیستین که آمریکا بخواد برای اون نقشه بکشه. یعنی میگوی که آقا اسلام یعنی این که ما باید شخصیت داشته باشیم، خودمون باشیم. میگه دار خودی ما نداریم که خودمون باشیم، به اندازه‌ای که آمریکا ما را قبول داشته باشه ما خودمونیم. این حرف میزنه اسلامی که، وقتی این اسلامی که نه تقوا توش محور است نه تقوای شخصی. آخه تقوا دو وجه داره، تقوا یعنی مبارزه با بدیها، بدیهای داخلی و بدیهای بیرونی. تقوا که توش مطرح نیست، دفع کف که مطرح نیست، عزت اسلامی که مطرح نیست. این اسلامه یا نه اسلامه؟ خب میفرماد که یقولون فیشبهون، میگن اما باطل رو به شکل حق جلوه میدن و حق رو شبیه باطلش میکنن. عملا دست ما چی میشه؟ خالی از حق میشه. یه چیزی باورتون بیاد که چه کارایی میکنن، شبیه دین رو که دین نیست مثل دین میکنن. مثلا چو ایران نباشد تن من مباد، این شعاره حالا ایران اسلامی که نیست که، این الان معنی ده. یعنی الان ایران به عنوان ام القرای دین عین دین شده است الان. یعنی حفظ ایران الان به معنای مرکز تشیع عین دینه، اما ایران شاه یعنی دقیقا جای به جنگ شما خدا پرست بشی ایران پرست می شدی. خب میگن اما حالا چطوری میگن؟ میگن جالبه، روایت هم میخوندن که چی؟ حب الوطنه من الایمان. حالا این وطن وطنیه که تو توش اوج میگیری به آسمان، یا وطن وطنیه که شاه اوجشه. خب یعنی منافق اینجا که حب شاه داره، برای این که شبیه دین رو بیاره و دین رو ببره روایت پیدا میکنه، روایت صحیح هم پیدا میکنه، جا غلط مصرف میکنه. یقولون فیشبهون. حتی این مثال رو یخته تحقیق کنید، میدونیم که چیزی به نام ناسیونالیسم 100 سال از طریق اروپا اومده. ای کاش میرفتیم تاریخ این ناسیونالیسم رو مفصل بخونیم، به درد دونم میخوره. من اگه فرصت داشتم سرفصلای خوبی رو میرفتم تهیه کنم، میوردم یه دو سه جلسه رو، این که این جریان ناسیونالیسم چیه. مثلا شما ببینید انگلیس ها اومدن به عربا برای این که برشون حاکم باشن، اومدن گفتن آقا ما باید، شما باید عربیت براتون مهم باشه. یعنی چه غربی و اروپایی اینا چه عربیت؟ شعار مال انگلیس هاست اما تأکید رو چیه؟ عربیت. تو ایران اومدن گفتن چی؟ شما تحقیق کنین حزبایی که ایرانیت را تأکید کردن همشون فراماسونری هست، یعنی همشون انگلیسی هست. این تحقیق تاریخی. همین بیچاره که به جهنم واصلش کردن فروهرا، خوش ببینید یه آمریکایی درجه یکش، کار من موافق نبودم که بکشندش، یعنی کشتن اینجوری نفعش به دشمن رسید. شاید هم مثلا خط همونا بود که این دستمال کاغذشونه بعد که ازش استفاده کردن از این طریق بندازندش تو زباله دار. اما شما دقت کنید این آقا یا امثال اینا اومدن مثلا انواع و اقسام مثلا حزبا همش هم روی یه چیز دور میزد، ایرانیت. از خودتون بپرسید که این ایرانیت 100 ساله ای که فرنگیا غربیا برای استعمار ما آوردن چه مقوله است؟ یکی از دانشمندای خیلی خوب که یک کتاب هم اصلا دارن راجع به ناسیونالیسم،
میگن که این چه مقوله ایست که خبر از ایرانیت میدن ولی همشون قبلشون بد فرنگیت میشه. چون تمام اینا که اومدن گفتن ایران، یعنی ایران یکی از محور قرار دادن و اون قبلشون غربه. حتی خب جبهه ملی را حالا شما بگین که خب جبهه ملی، جبهه ملی اصلا جبهه ملی همون فرهنگ ایرانیتی است که میخواد با این ایرانیت حاکم بر ایرانیا بشه. یخته حالا اگه شد باز میکنم قضیه. حالا جبهه ملی هیچی، یه مرتبه شما میبینین که یه عده‌ای از بچهای مذهبی جبهه ملی که نمیتونن مذهبا بذارن کنار، میان نهضت آزادی را تشکیل میدن، ولی چون اون ملیت براشون اصلس روبرو امام وامیسن به نفع آمریکا. یعنی شما تو خود جنگ ببینید بازرگان رئیس جبهه ملی نهضت آزادی و بعدم اینا خیلی حرفه مذهبی هست، ولی این مذهبشون نمیتونه نجاتشون بده. چرا؟ چون یک بیماری خطرناکی تو دل این است به نام چی؟ ملیت. کدوم ملیت؟ ملیتی که دین شده. حالا دو تا دین که نمیخونه که، پس یه دین باید به نفع یه دین بره کنار. اسلام به نفع ملیت میره کنار. یه یادداشتی کردم کیف کنی، یه دایره المعارف میدونین که تو دنیا زمین چندین سال دارن نوشتن، ایرانیکا کولومبیا، یعنی دانشگاه کولومبیا داره نوشت اصلا ایرانیکا، یعنی دایره المعارف از راجع به ایران از اول تا حالا میخواد ایران را به جهان معرفی کنه. 11% نویسندگان این دایره المعارف ایرانی هست. حالا این 11% هم اگه میخواستن راجع به آمریکا هم چیز بنویسن، بالاخره 11% دانشمند تو آمریکا از ایرانی پیدا میشه. چون الان ایرانی ها بالاخره تو دنیا صاحب نظرن، متفکرن. بقیه این دایره المعارف توسط عناصر صهیونیستی آمریکایی شاغل در دانشگاه کلمبیا نوشته میشه. من کاری به اینا ندارم، اما میخوام یه چیزی گیرتون بیام که عجب، پس این جریان ایرانیت یه جریانی است برای اینی که ایران را در قبضه خودشون بگیرن، یا برای ما ایرانی ها دلشون سوخته که آقا اصالت ایرانی دونه حفظ کنی. شما اگه بیدار نباشید که یقولون فیشبهون، میخوان یه چیزی جایی یه چیزی بذارن. حالا قشنگتر از این به نظر شما، شما اگه میشستید 60 سال فکر میکردین، بعضی این به ذهنتون میرسید که اگه بخواید یا اسلام یه چیزی را بذارید، ایرانیت هم لطیفه هم پذیرفتنیست هم هیچکی نمیفهمه. سوال خود من و شما کدومتون نمیخواید که حفظ شخصیت ایرانیت دونه بکنید؟ من که میخوام، من اصالت ایرانی ما خیلی هم دوست دارم، یعنی هیچی افقش هم بد نمیبینم. اما این قضیه ایرانیتی که مثلا اونا عمل میکنن، یا اونا دارن مقابل دیانت شما این جریان را مطرح میکنن، یعنی اصلا قضیه ایران و حفظ اصالت فرهنگی ایرانیت و با ایرانیت ما مثنوی داریم، نمیدونم گلستان و بوستان سعدی داریم، شاهنامه فردوسی، اینا نیست. اگه اینا معلوم است که چه تاریخ فکر حافظ داریم، اینه تو ایرانیت که اونا میگن، یا اون میخواد از این طریقه شما را از یه چیز بزرگی باز کنه. این یخت دقت میخواد. بعد نیست حالا من باز نمونه بیارم. شما ببینید این قضیه رو یه بار دیگه هم عرض کردم، بنده با جناب عالی به ارسطو و سقراط و افلاطون باید احترام بذاریم، چون اینا فکرن. افلاطون و سقراط و ارسطو که کاری به من و شما نداشته، برای این خط و اون خط که کار نمی‌کرد، فکر می‌کرده. آدم وقتی میشینه افلاطون رو می‌خونه میگه واقعا فکرش خیلی هم خوبه، چون آدم فکر رو دوست داره. ولی اینجا چه دقت کن، گاهی برای اینکه اهل البیت حذف کنن افلاطون میارن وسط. اینجا که میتونه بفهمه یقولون فیشبهو، یعنی یه مرتبه شما میرین عباسی ها، به خصوص اموی ها شروع کردن، عباسی ها ادامه دادن. عباسی ها برای اینکه بتونن اسلام ناب نورانی را حذف کنن باید افلاطون بیارن وسط. یه اشاره یه بار دیگه عرض کردم، الان هیچ اشکال نداره، همین حالا رو میخوام بگم،
الان شما میبینین که یه مرتبه همایش میذارن، جلسه میذارن، درست همون که شما میخواید را تبلیغ میکنن. ولی اگه دقت کنید شما اینا میخواستید در کنار این یکی اینا اونا جدا میکنن، اینا میارن. مثلا الان شما جز اینست که میخواید بزرگانتون بمونن، عرفادون بمونن، اما اگه اومدن یه جور عرفا را مطرح کردن که فقها هست شدن، این انقلاب بخیده نخواهید، انقلاب فقهیه. یعنی یک فقیه عالی قدری اومد گفت آقا این کار حرام است، این کار حلال است، ملت ایرانم به جهت فقاهت و اجتهاد امام رحمت الله علیه راحت وارد شدن. راحت وارد شدن خیلی مهمه که شما دیگه بدونید طبق حکم خدا داری وارد میشی. خب حالا اگه اومدن و چه کار کردن؟ اگه اومدن عرفان مطرح کردن کی بعدش میاد؟ اما اینجا دیگه باید شما متوجه بشی که دارد عرفان مطرح میکنه تا فضای دیانت رو بارور کنه، یا دارد عرفان مطرح میکنه که فقاهت رو بکوبه. ما آقا گفته بود چی؟ خیلی عجیبه. یکی از این سران همینا که مقابل انقلاب هستن گفته بود من اسلامم رو از عرفا میگیرم نه از فقها. ظاهره این جمله، یختر این جمله دقت کنه، یعنی اولا از طرح این جمله معلومه که بعد اسلام دو تاست، اسلام فقها و عرفا. من همون وقت که اینا گفتن گفتم بریم ازشون بپرسیم کدوم عارفی اسلامش از فقها نگرفته، بیان یکی یکی. تمام عرفا چه شیعه چه سنی میگن آقا ما مثلا مولوی میگه آقا من حنفیم، محی الدین یا حنفی یا شافعی نزدیک به این دست. یعنی گنده ها و بزرگان عرفان خودشون میگن عرفان ما دینمون چیه؟ خب من دین فقه. مگه میشه که شما عارف باشی اما فقاهت و فقه را بهش وصل نباشی؟ این که نمیشه. هر عارفی بالاخره آداب دینش رو از فقیه میگیره. حالا اهل سنت، حالا فقهاشون ثابتند اون مشکلاتی که اونا دارن، غیر اهل سنت خب نه. مجتهد باشن مثل امام، یا من که از مجتهدین فقهش نمیگن، ولی جمله رو نگاه کنیم، این جمله از اون جمله هاییست که طور نفاق است ولی اصلا معلوم نیست که ما من اسلامم را از عرفا میگیرم نه فقها. یعنی اصلا یه اسلام است که مال فقهاست یا مال عرفا، اینجوریه؟ یا اسلام اسلامیست که خب هم فضای عرفانی توش داره میشه صحیفه سجادیه، هم فقاهت دارد، این همه روایت اهل البیت آیات قرآن. خب اینجاست که میبینید طرز گفتن نفاق طوریست که فیوش یقولون فیوشد بخون. باز نمونه بدین تا این بحث داد دیگه جمعش کنیم. شما دقت کردید که پس اومدند برا، حالا از صدر اسلام این کار کردن، هنوز هم میکنن، حالا که نمیتونن کل اسلام رو حذف کنن، میان یه چیزی که اهمیت را با یه چیزی که مهمیت میزنند قدم به قدم. اگه دید نمیتونه اسلام فقاهتی را حذف کنه، میاد با تبلیغ عرفان روبروی فقه، عرفان غزالی مثلا، نه عرفان امام رحمت الله علیها. شما دقت کنید انده تو یه سری محافل بحث غزالیه. حالا غزالی دو مقابل تو اهل سنت با متحجرینی که علمای اهل سنت باشن، خب معلومه حالا اون اونجا جاش درگیر بشه. حالا غزالی ها وردنده بیان تو شیعه تبلیغ کنید، خب وقت حالا وقتی یه غزالی مقابله میکنه با کی مقابله میکنه؟ با فقه. کدوم فقه؟ فقه تحجر اهل سنت، اما تو کشور شما میشه چی؟ مقابله فقها. اینجاست که میگه اینجا دیگه هوشیاری مردم ها میخواد که مردم بدونن که نفاق بلد است که چطوری تشبیه سازی بکنه. باز خود شیله مستشرقه، اصلا این مستشرقین ببینید یک کار کارش این است که یک چیز خوب اسلام مطرح میکنن، بعد میگه یک چیز خوب اسلام زده میشه. مثلا عذر تقصیر، آقا نوشته چی؟ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلوات الله علیه.
خیلی هم دیگه خوبه شما هم بخونی. میگه آقا ما عذرخواهی میکنیم، تقصیر کاری، میخوایم عذرخواهی کنیم. چرا؟ شما مسیحیا که گفتید اصلا دین اسلام دین نیست و شمشیر خون شمشیر است و خون است، اینا بی خود گفتید. اسلام دین است و دین عشق است و محبت است و اصلا خون و شمشیر و مبارزه توش نیست. خب همون نفاقه، همون اسلام دین است عشق است. خب میگه عشق بدون تنفر میشه؟ مثلا شما اگه به یه چیز عشق ببرزید، خب لازمش نیست که به مقابلش تنفر ببرزید. می‌رسیم یه روایت خوبی اینجا هست، یعنی اگه کسی عشق به خدا بورزه میتونه شیطان هم دوست داشته باشه. ببینین چه یه مرتبه میخوان از طریق تأیید اسلام شبیه اسلام رو به شما ارائه بدن. خب اینجاست که بعد این برکتی که باید از دیندون ببرید نمیبرید. دین اسلام خیلی برکت داره. اگه میبینید این خانواده ها بعضن اسلامی هن ولی اون نتایج نابو نمیگیرن، باید بدانید اسلام رو به طور کامل نگرفتن، نه اینکه عمل کنند. بنده معتقدم اگه کسی اسلام را همون اسلام ساده یا اهل البیت گرفت، راست اون قدرش هم که تونست عمل کنه نجات پیدا میکنه. اما اگه اسلام حقیقی را نگرفت و اون اسلام که گرفته خیلی هم صف عمل کرد، میشه منافقین خود انقلاب. شما ببینید این منافقین ما تو زندان خوندن دیگه خاطراتشون، یا اینا اینقدر گاهی مسلمون بودن که بقیه روحانیون که زندان بودن به گرد پای نام نمیرسیدن. روزه میگه شبا رسته، تمام شبا دعا بخونه، روزام روزه. خب این دیگه باید خیلی خوب باشه، بعدم میشه کافر، بعدم منافقا، بعدم مارکسیست شدن. چرا؟ برای اینکه اصلا تحلیلشون از اسلام غلط بود. آقای مطهری رحمت الله علیه میشد بورژوا، بعد مثلا فلانی که بلد نبود اصلا از قرآن بخونه میشد لیدرشون. بلد اون موقع ورداس بیا اینا کتابا رو دیدن مثلا؟ حالا اینا بد نیست بدونین، مثلا شخصی مثل آقای پیمان، کتابای اسلامی آقای پیمان رو بخونی، کتابای اسلامی ابوذر ورداس بیا بخونی، علمای ما به گرد پاشون هم نمیرسن. گل سرخ توحید مثلا آقای فیلم. حالا وقتی اینا رو میخوام، خیلی من مسلمونم ولی بچه‌ها اینقدر بی‌دینم. اینجاست که باید برسید یه تحلیل داشته باشید که اصلا یه اسلامی ناب همه جانبه و با یه نگاه خاص. بعد شبیه اسلاما خیلی هم تندن. مثلا شما وقتی کتابای آقایینا میخونید، من یادم است این آقای پیمان، حالا چه دنیای است عجیب و غریبی است که حالا ایشون کتاب اقتصاد اسلامی چند تا نوشت. وقتی میدیم راجع به نفاق همچی بحث میکرد که شما میخواید کتت هم بدید در راه خدا. حالا بعد یه برتبیدید قبلش آمریکاست، فقط یه چیز میدیدید که نبود، یه چیزی مطلقا تو فکر اینا نبود، اهل البیت و نگاه اهل البیت و کنارشون روحانیت اهل البیتی مطلقا نبود، مطلقا نبود. عکسش همیشه تلاششون بود بگن آقا اسلام که روحانی نمیخواد. ببین نتیجه چی شد. آقا بابا شما کتابا اینا رو نگاه کنین، بعد نتیجه رو هم نگاه کنین. الان نتیجه اینا با بدترین فرهنگ دنیا، یعنی با استعمار پیری مثل خود انگلستان اینقدر راحت کنار میان، ولی مثلا با انقلاب اسلامی کنار نمیان. تو مصاحبه شده میان. بله وقت دنال نگیرم رو این بفرماد که ویسفونه فیوحوهون فیسفونه فیوموهون. خیلی عالی توصیف میکنن اما وهمزاند. من پس داشتم نگاه میکردم فکر میکردم نمید چی طوری میشه گفت جمله رو. دقت کنید، یسفونه فیوموهون بس میکنن ولی وهمزایی میکنن. هرچی فکر کردم که خدایا اینو چی طوری بحث کنیم که این فرهنگ نفاق که وهمزاست به جای حقیقت گرا، اینا چطوری میشه گفت؟ تو بحث روزه دریچه‌ای به عالم معنا یه مثالی زدیم، حالا اونجا انشالله رجوع بفرمان که هر سریم چطور میشه که آدم از مرده
که نه جون داره نه نمیدونم قدرت داره میترسه، ولی از زنده نمیترسه. این یه سازمانی است دیگه، یعنی انسان یه نقطه ضعف داره، نقطه ضعف. نفاق این نقطه ضعف روش دست بزن. یکی از بهترین مثالایی که دین روش دست گذاشته وهم از فقر است. شما میدانید که عموما آدم ها یه وهمی دارن که بدبخت میشیم. اصلا خدا طوری من و شما را خلق کرده که رزق ما را تأمین کرده است. به همون اندازه که خدا بر شما رزق واجب کرده است، خودش برنامه ریخته است، به شما گفته است لباس و مسکن و غذا بر مرد واجب است که خودش و زنش را توی این سیستم قرار بده. اما شما دقت کردید به قول جناب لقمان علیه السلام به فرزندشون، یا بنی ای پسرکم عجیب از کار مردم، چیزی را خدا به عهده گرفته است و چیزی را به عهده مردم گذاشته است. به عهده گرفته است که قضای آنها را بدهد و به عهده مردم گذاشته است که قیامتشان را آباد کنند. پسرکم مردم عکسش کردن، اون چه خدا به عهده گرفته است رو مردم خود به عهده گرفتن، اون چه که به عهده مردم است مردم رها کردن. اینا میگن وهمه. واقعیت غیر اینه. واقعیت این است که خود، اما چقدر طول میکشه مردم از این درارید؟ اگه انقلاب اسلامی شروع شده بود و هیچ مشکلی برا ما نبود، شاید 50 سال طول میکشید که مردم از این وهم درارید. مردم، شما وظیفه دونه نسبت به همدیگه انجام بدید تا عبودیتتون تکمیل بشه. خدا به عهده گرفته است روان دینی دونه، به عهده گرفته است رزق دونه. اما ببینید جریان رفاق درست عکس این میکنه. آقا مردم بدبخت شدن، مردم دیگه نون ندارن بخورن، همه دیگه بیچاره شدن. وقت واقعا همه احساس بیچارگی میکنن یا نمیکنن؟ شما این خونه داری توش نشسته، یا بقیه تو فقط همه خونه رو داری، برای بچه و نوهشون هم خونه گرفتن. وقت پشت کدوم بابایی، کدوم بچه ایست که زحمت های باباش براش مفید باشه؟ بچه ها میرن خونه خودشون، الا این کلام حکم دینی جدا. اما شما دقت کنید این قضیه، باباهایی که صبح تاشون زحمت میکشن، از دین و دیانت و روحانیت اینا کاملا فاصله گرفتن فقط برای آتی بچه هاشون، یه نمونه به من نشون بدین که بعد بچه هاشون از برنامه باباشون پیروی کنن. اگه باباش یه خونه گرفته باشه برای خودش این وره کوچه، یه خونه خریده باشه این ور برای بچهش، بچهش حتما توی خونه نمیشه. حالا وقت میخواد روش بحث کنیم. جریانی که وهمزاست، وهم تحریک کنه. حالا بازم مثال میزن، میان آقا شما میخواین چی کار کنیم؟ میخواد آقا یه مسجد بسازیم که مؤمنین این محل بیان نمازشون رو بخونن، یه جلسه ذکر و تذکر دینی هم باشه و تماشی. خب چی کار داره؟ هیچی آقا، یه زمین میخواد، 4 تا دیوار میخواد، یه تاق میخواد و همین چی. آقا یه مرتبه، نه آقا زشتیست، باید به پرستیج ما بخوره. و اگه میخواستن با 1/100 پول مردم اصفهان این مصلای اصفهان رو بسازن، حالا 1000 باره ساخته شده بود، البته بی خود میخواستن بسازن، مردم برن وسط شهر نمازش رو بخونن. اما حالا شما برید ببینید اینجا را وهم اینقدر عقب انداخته است یا تکنیک. مثلا این خیلی هنر مهندسیه که حالا مثلا وقتی میخواین وارد بشید طوری باشد این سردر این مسلا که اینقدر کج و کوله باشد که مردم بگن عجب مسلایی. وقتی یکی مردم که نماز بخونه، فقط باید بیان بسن به مسلا. این وهمیات این آرشیتک دی که همه چی ولد از غیر نماز جا درست، جا نماز درست کنن برای مردم، به این نگاه کنه. خب حق این مردمی که دنبال این وهمیات هستن نیست که همین. اگه نه مثلا مگه سخت بود وسط شهر، اگه میخواستن یه مسلا واقعا بسازن نه پوز آقایون، وسط شهر یه زمین 4 تا خونه بخرن از میدون امام هم بزرگتر، با 1/100 این پولی که الان خرج کردن و هنوزم مسلا گیرشون نیومده، تا یه جایی هم ساختن راش مثلا اون کله شهر بخواد بیاد اینجا نماز، خب نمیاد، بازار نمازم کساد میشه. وهمیه دیگه، 4 تا خونه 20 تا خونه چه میدونم میخریدند و یه مصلا وسط شهر میساختند و به طاقش هم میزدند. بله اصلا نمیشه. بله شما آنی که اومدید تو این مصلا انگار رفتین پاریس. مگه خودت چیز نیست؟ مگه شما حساب کنید
مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله. آخه همون وقت که مسجد پیغمبر حضرت داشتن می ساختن، قیصر روم هم داشت قصر می ساخت. پیامبر هم که بلد بود، تاریخ میگه از تنه نخلها ورداشتن ستون درست کردن، از حصیرم روش کشیدن، دورش هم گلاسنگ گذاشتن، شد مسجد. بعد اینا عباسی ها ما اوموی هم چی کردن؟ شما مثلا مسجد اوموی، مسجد اوموی فرهنگ اسلام است یا فرهنگ اوموی رفتی؟ خیلی مسجد عجیبیست. یکی از حرفام همینه تو یاد داشتم که فرهنگ مستشرقین چه کار میکنن؟ فرهنگ کفر اوموی و عباسی را به نام فرهنگ اسلامی تو دنیا دارن تبلیغ میکنن تا فرهنگ اسلامی گم شه. یعنی الان آنی که شما بگوید که آقا فرهنگ اسلامی را میخوام ببینم، میگن یا میری دمشق، یا میری مثلا ایران، یا میری مثلا قرطبه اسپانیا، یا میری ترکیه. و تمام اینا را دیدینا ساخته. اومن آرشیتکتای مسیحی، تازه مسیحیت اینه که انحراف در مسیحیت باعث این چیزا شده است. مسیحیت ساده اورشلیم بوده است، مسیحیت انحراف اروپا است که بحثش شده است یه جدیه. منظور خدا ببینید چی نتیجه شده است. وحمزایی. شما خودتون میدونید که مساجد اسلامی باید شکوف داشته باشه، نه تجمل، این ازش قفلت نشه. بله، باید تو محل تو شهر هیچ ساختمانی بلندتر از مسجد نباشه. بله، خونه نباید از 3 متر بلندتر باشه، اما مسجد میشه ثواب مستحبش بلندتر هم باشه. یعنی مکروه است که 3 ذر دیگه، یعنی دیوار خونه اتاق نباید از 3 ذر، میگه اگه از 3 ذر بیشتر شد شیاطین خانه میکنن. بعد حتی دستور داریم تو اسلام که حالا اگه بیشتر شد کدوم دعا رو بخونیم، دعا چی بخونیم، اینا همش. بعد میفرماد مساجد و مقابر اهل البیت و اولیاء دین و علما اینا بالا باشه، چون شکوه، شکوه میخواد. اما دریا با شکوه هست یا سوپرمارکت؟ ما دریا رو با شکوه میبینیم، سوپرمارکت ها قفل. سوپرمارکت اینقدر پیچیده و اینقدر تو در تو را با یه دریا مقایسه کن. دریا در عین سادگی شکوه داره. اینا وهمزایی میکنن. تا به این یه بچه قضیه تو مسائل اجتماعی تو من میخواییم که دختر و پسرامون درست بشه کاراشون، بچه ها هروئینی شدن و دختر ها منحرف شدن، چکار کنم؟ چیزی نیست آقا، پارک بسازید همه کارا درست میشه. یادم است خب چهار تا آدم ساده. آقا اصلا مردم ها اصلا علت این که این پسر میره هروئین میکشه بابا اینکه دل خوره خسته است. اگه چهار تا مجسمه وسط شهر بزن بیاد ببینید آثار هنر هنرمندان بزرگ رو کیف کنه و بعدم پارک کنه، اصلا دیگه نمیره هروئین بکشه. آدم میگه خب باز میکنی 4 میلیارد تومن میذاری مجسمه میسازی. یسفونه وصف میکنن اما وهم است. شما گول نخوری فیوموهون وهم است، یعنی آدم رو تحریک میکنن وهمشا. حالا بیان اون برای قضیه. حالا اگه روش دینی، روش دینی یه روشیست که وهم کش است، آدم رو با واقعیت، عزیز من قیامت هست، قیامت ابدیت هست، خدا هست، با خود خدا هست، اما چیزای وهمی. آقا شما اگه خیلی درس بخونی بعد یه انسان بزرگی میشه تو جامعه، این وهمی است. اما اگه بگوی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این وهمی نیست. بچه مردم ها وهم زدش میکنن. حالا اگه درس بخونه ده یه چیزی بشه زور میگه به مردم، اگه چیزی نشه قصه میخوره دق میکنه. وهمی دیگه، چقدر میشه روی حرف زد. حالا دیگه نشد دیگه، حالا وقت میخواد دیگه. من در یک کلمه میخوام بگم غیر دین هر راهی برای اصلاح فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حتما وهمی است. ببینید ببینید، یعنی همه اینا که میان تئوری میدن که مسائل ملت و جامعه را حل کنن، اگر مسیر دین را نشون ندن وهمای ما را تحریک میکنن. نگاه کنید، قد حون و طریق و از ده المزیق، خیلی عالیه. می فرماد مردم منافق کارا آسون میکنه ولی آدم ها تو تنگنا میندازه.
و ازلع المزیق، تنگ میکنه تازه تنگنا را. آقا الان چیه؟ هیچی آقا. آقا به هر صورت یه برنامه مثلا میخوام، آقا بچه هامون درس نمیخونند، میل به درس کم شده است، افت تحصیلی پیدا کرد، یه راه بدین. آقا راه نمیخواد، کاری نداره که اینقدر شما هی براشون حسم ایا و سریش کنید، فیلم براشون بذارید، نقاشی بکشید، بچه ها بیشتر علاقه من میشن، مشکل حل میشه. خب حالا بعد بچه هایی که اصلا حال فکر کردن ندارن، 6 سال 8 سال 9 سال فقط براشون با چی؟ با نقاشی و شکل و اینا همه چی میخوام یادشون بدیم. حالا بعد از 7-8-10 سال دیگه اصلا عقل نداره که بشه باش حرف زن، همش سطحی شد. مثال تو کار خود من، هر کس برای کار خودش. اصلا کار نفاق اینست که کار اونقدر آسون میکنه که صورت مسئله رو پاک میکنه، بعد که مسئله حل نشده میمونیم میگیم وای صد پله بدتر شد، تنگنا یه در تنگنا. اصلا اینجور نیست که دنیا رو خیلی آسون ساخته باشن که ما فکر کنیم همه برنامه باید خیلی آسون باشد. اگه دیدید خیلی آسونه متهم کنین طرفا. اگه یکی گفت که آقا اصلا نمیخواد تو تسکیه کنی، نمیخواد کم بخوری، اصلا تو نمیخواد با خودت مبارزه کنی، نمیخواد پرهیز کنی، حتما خوب میشی، من هی دوا میدم، هی به تو تزریق میکنن دکترا، آ خوب میشی، بعد بدونین که این یه مرتبه به یه جایی میرسه که دیگه خوب نمیشه. خب اولش هم خوب میشه دیگه، مگه میشه؟ خب تو باید پرخوری نکنی، هرچی نخوری تا یواش یواش مریضیت بره. اگه بگه نه، مثال دیدی؟ به قول یکی از عزیزان پزشک خودشون فهمدن پزشکی جدید چیزی به نام پرهیز نداره. چرا؟ چون پرهیز لازمش مقابله با نفس اماره است دیگه. خب نفس اماره فرهنگ جدید است. حالا یک دکتر پیدا بشه بگه آقا پرهیز باید بکنی، اینا نخوری اینا نخوری، میگه برو فکر کار اصلا نخواستی. فرهنگ قدیم فرهنگ پرهیز بود. اصلا جمله حضرت مال حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، المعدتو بیتو کل دا والهماؤو اصل کل دوا، می فرماید معده خانه همه درد هاست و پرهیز پایه همه درمان هاست. پرهیز یعنی با خودت باید بجنگی. حالا اینقدر آقا آسون کرده است کاره که آدم هیچ کاری نمیخواد بکنه. آقا نمازم کاری نداره که یه مور برای درست میکنیم که یه رفت دیر و کو شد شماره یک، دوباره رفت دیر شد دیگه فکر نمی میخواد بکنی. آقا که نماز بخوره که فقط بخواد فکر میکنه شماره رو بهش بره، هرچی بگو بابا این کار. بعد هم آقا مجتهدین پرسیم حرام نیست؟ بابا حرام نیست، اما کونه مگه نماز که شما بدون حضور قبل از قلب از اول تا آخر بخونی حرامه؟ مثل شما بریم دو حاج آقا بدید که آقا یارو گفت رفته گداج آقا دستمون همچی کنیم چطوره؟ گفته طور نیست، گفته حرامه، گفته نه، گفته این دستمون رو همچی کنیم، گفته دشور کرد رقصیده بود، گفته خدا مردشو ترکی بده ببره مفرداتت خوب بود. حالا نتیجه رو به اضافه میری به حاج آقا میگه حاج آقا این مهر اینجوریه که یکی بریم روش میشه شماره یکی، این حرامه. خب میگه نه، برای خب نتیجه ترکیبشو ببین، تو ترکیبشو که به حاج آقا نمیگی که، تا دیگه مردم راه میافتن اما پرسیدن حرام نیست. کار اونقدر تو دنیا آسان نیست که منافق پیشنهاد میکنید. قد هون الطریق و ازلع المزیق، ظاهرن راه را آسان میکنند و تنگنا را تنگناتر میکنند، زل میدن به تنگنا، یعنی اصلا میگه نشه فرار کرد. شما واقعا ببینید چرا ما غفلت کردیم. هیچ تنگنایی به اندازه سقوط شام تو تاریخ نبود است به نظر من. ای کاش میشد روش وقت بزن. امام نعمت بگه کار آسونه که، گفت عزیزان من پایداری کنید حل میشه. کشته میدادیم، امام گفتن پایداری کنید حل میشه. اینو میگن روش دینی. روش دینی طوریه که تنگ نهارم میشه ازش عبور کرد، اما باید سختی کشی. جنگ شما، جنگ شاید اصلا افتخاری بالاتر از جنگ برای دین ما نداشته باشی. این جنگ ما مثل جنگ صفین و جنگ نهروان هم نبوده است. جهان با تمام تکنیکش اومده است روبروی ملتی واسه است که هیچی نداشته. اگه یه روز بخوام سندهای توانایی دین را جدول بندی کنیم، یکیش خود این جنگی. خب تنگنایی که دشمن درست که امام هم گفت چی؟ فرمود ما اگه هرچه کشته بدیم واسدیم. خب این روحیه درست عکس نفاق است. یکی هم اومد گفت چی؟ گفت آقا چیزی نیست، من بدم است بنی صد اومد گفت من 3 شبه اقتصاد این کشور رو درست بکنم. بفرمایید.
تازه یکی دیگه بود، اون از گروه چریکای فدایی بود، گفت من یک شبه درست میکنم که مشهور شد به آقای یک شبه. مشهور یعنی تو روز نامید آقای یک شبه، انم هستش رئیس گروه اکثریت چریکاست تو غربش. بریم جلو. فهم لومت و شیطان و حومت و نیران. حضرت دیگه دارن خطبهشون رو تموم میکنن، جمع بندی میکنن، میگن مردم بدانید این منافقا، اینها لومت و شیطانند، اینا گروه شیطانند، و حومت و نیران، و اینها شعله آتشند. جمعش رو ببینید، میفرماد این نفاق یه چیزی نیست که بخواید بی تفاوت از کنارش بگذاریم، بگوید ما کارش نداریم، اون با تو کار داره، اون گروه شیطان است. به قول آیت الله جواد حفظه الله تعالی فرمودن اگر که شما بگی که دین از سیاست جدا، سیاست مداره نمیاد دیگه، سیاست از دین جداست. خوب دقت کنین، اگه شما بگید که چی آقا میدونی ما دینمون میگیم کاری به سیاست نداره، خب سیاست مداره میگه طبق من باید نماز بخونی، طبق من باید دینداری کنی، نمیشه که از نفاق بی تفاوت گذشت. نفاق زندگی رو اشغال میکنه، باید نفاق و شناخ باش مبارزه کرد، نفس مبارزه، روحیه معنوی میاره، حسبش هم انشاءالله برکت کلی میاره. بعد حضرت فرمودن که به این آیه اشاره کردن، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. فرمان اینا همون حزب شیطانن که شما میشناسید، اینا نفاقند. تأکید من ارتفاع بفرمان، اینا نمیان میگن من کافرم، میان میگن من از تو هم مومن ترم. بعد میفرماد اینا تو باید بشناسید، اسلام دینی نیست مثل بودا. دین بودا اصلا چیزی به نام نفاق نداره، یا بودایی یا غیر بودایی. چرا؟ برای اینکه اصلا طرف پیچیده نیست برش این دین که بخواد حالا مثلا اگه این دین همه جا رو بگیره تنگنا برای بی دینا به وجود بیاره. مسیحیت، حتی این مسیحیت، مسیحیتی نیست که مسیحی منافق داشته باشی، مسیحی راستکی و کفر. نه آقا، مسیحیت امروز یعنی اخلاق، یه دین اخلاقی، میخوای راست بگو میخوای دروغ بگو. اما دین اسلام یه دین است، یه مکتب است، یک سازمان برای تمام ابعاد زندگی است. تازه ادعاش هم اینه که باید کل بشریت بیاد زیر پوشش من وگرنه کافره. خب اینجا معلومه عنصر نفاق پیدا میشه. میفرماد متوجه باشین، امیرالمومنین میفرماد اینا یه حزب شیطانن. و حالا آخرین جمله، حزب شیطان خاسرن، معنیش بلد این خسران یعنی همه چیزشون رو میبازن. اول اینا تأکید کنم، خسران غیر ضرره، یه وقت بند لوبیاها و عدس ها ما نفروختن، حالا چقدر ضرر کردن؟ سود ضرر کردن. اما به قول ابن سینا یه وقت یخ ها ما نفروختن، حالا یخ ها ما نفروختن چقدر ضرر کردن؟ هیچی برام نموندن. بیفرماد خسران یعنی بنیاد شخصیتت خلاص میشه. شنیدین دیگه، میگن خسران یعنی سرمایه و سود و هر دوش از دست میدی. پس حالا میخوام دو نکته عرض کنم. پس فرهنگ نفاق فرهنگی است که همه چیز جامعه را میگیره. پس اگه نفاق نشناسید، منافق درست خودش همه چیزش از دست میده. یک دو، اگه فرهنگ نفاق نشناسید میاد وارد نظام دینی دون میشه، به اسم نفاق نه به اسم کفر، من همه چیز میگیره و همه چیز ما هم که اسلام است. و خالش ما زمان این اسلامی که لیسه به اسلام نگه. جمله حضرت آخر دیگه همه چیز تموم کردن، فرمودن بدونید این نفاق اینه، خصوصیات شمینه، و اگه نشناسین باور کنین عزیزان گاهی دوست جا دشمن میگیرین، دشمن جا دوست میگیرین. من یه سری روایت آورده بودم که بحث کنم، نیاز نیست اونجا تو روایت همه تاکید نیست که نفاق یه خصوصیات خاصی داره و یه ضررهای بزرگ هم داره. نگذارید نفاق اولا تو قلبتون بیا، در ثانی نگذارید تو جامعتون بیا. در سال جلسه قبل بحث شد با نفاق مثل کف نمیشه برخورد کرد، هنر برخورد با نفاق خیلی سخت داره، باید باش درگیر نشود، باید آروم آروم فرهنگش رو به مردم نشون داد. درگیری با نفاق به معنای این است که فرهنگ مردم بالا بره تا نفاق بشناسن،
فرهنگ مردم اگه خواست بالا بره تا نفاق بشناسن، فقط عبودیت باید محور باشه، چون منافق فقط تو این تنگنا اذیت میشه. اگه هر کدوم اون جلسه، اگر حب جلسات حب دنیا اساس نفاق است، بعد حضرت فرمودن از پیغمبر هست صلوات الله و سلام علیه، خلف وعده و کذب، جمله خیلی جالبی بود دیگه، خلف وعده و کذب هم علامت نفاق. اللهم صل على محمد و آل محمد.